ساقه های نیلوفری از پایه های عرش بالا رفته، تا او بیاید و بر تکیه گاه پوشیده از رازقی آن تکیه زند. درون کعبه چی غوغایی است؟ امروز ملائک بال در بال گستره آسمان را پوشانیدند و جبرائیل و میکائیل و اسرافیل حلقه خانه کعبه شدند تا پر به نور وجود او بسایند. تنین نام او هلهله شادی ملائک است. جامهای افلاکی عاشقان به سوی او می آیند و گیسوان سیاه شب به یمن وجود او گلخنده های نقره ای را در میان آبشار آسمانیش تقسیم می کند، چرا که امشب علی علیه السلام می آید. مردی می آید از تبار نور، از تبار عاشقان و شوریدگان، مردی که محمد صلی الله علیه و آله از گلخنده های نگاه او نشاط می یابد و فاطمه بنت اسد باغ چشمانش را بروی او می گشاید تا گل شادمانی را آبشار لبخند او شکوفا کند. مردی که طلوع مهرنگیز نگاهش دگر بار حلاوت وصال و عشق را در چشمه لایزال به جان پاک می نوشاند و پیاله حیات عاشقان از نگاهش لبریز می شد. علی فصیح ترین شعر حیات و زیباترین آواز آفرینش بود. مولا، ولادت تو آفتابی ترین روز تاریخ بود که روشنایی روز را خجل کرد. حجرالاسود بر دستهای تو بوسه زد و مسجد الحرام تو را در آغوش گرفت. ای فراتر از عشق زمین، همه شاعران دیوان خود را با نام تو آغاز می کند. امیر مهربانی، تو آمدی و ناخدای کشتی نجات بشریت در عصر دلمردگی و جهالت شدی. یک آسمان بلاغت و یک کهکشان فصاحت، تو فاتح دلهای عاشقان و التیام زخمهای ضعیفان و مرهم دلهای غریبانی. تو آبروی انسانیتی، ای سراسر بخشش و عدالت، دستمان گیر که محتاج توییم.